فصل سوم پیچش مقدمه. در دو فصل گذشته علاوه بر ارائه مفاهیم کلی در مورد موضوع خواص مکانیکی مواد، به طور مشروح راجع به میله هایی که تحت تاثیر بار محوری قرار می گیرند تحقیق نمودیم. همچنین با استفاده از روش مقاطع و با فرض کرنش های مساوی در الیاف طولی، یک فرمول برای محاسبه تنش تولید شده در میله با بارگذاری محوری به دست آوردیم. سپس رابطه‌ای برای به دست آوردن تغییر شکل محوری عضوها تنظیم نمودیم. در این فصل برای عضوهایی که از نظر استاتیکی معین بوده و فقط حول محور طولی خود تحت تأثیر لنگر پیچشی قرار می‌گیرند، روابط مشابهی به دست خواهیم آورد. بنابراین تحقیقات این فصل فقط به بررسی تأثیر یک عامل منفرد، یعنی لنگر پیچشی که باعث پیچش عضو می‌گردد، اختصاص داده خواهد شد. عضوهایی که غالباً در عمل به طور همزمان تحت تأثیر هر دو نوع لنگر خمشی و پیچشی قرار می‌گیرند را در فصل دهم مورد بررسی قرار خواهیم داد. راجع به مواردی که از نظر استاتیکی نامعین هستند در فصل دوازدهم بحث خواهیم کرد. بخش عمده این فصل را به بررسی عضوهای استوانه‌ای که دارای سطح مقطع مدور یا لوله‌ای هستند اختصاص داده و مقاطع غیر مدور را فقط به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد. عضوهایی چون شفت یک موتور الکتریکی که عملاً برای انتقال لنگر پیچشی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای سطح مقطع مدور یا لوله‌ای هستند. بنابراین اگرچه اصولاً موارد ویژه‌ای از مسائل پیچش را در نظر خواهیم گرفت، لیکن اکثر کاربردهای مهم پیچش با استفاده از فرمول‌های موجود قابل بررسی خواهند بود. کوپلینگ‌هایی که برای ارتباط شفت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند را نیز در انتهای این فصل به طور خلاصه در نظر خواهیم گرفت، زیرا تحلیل آنان با روش تجزیه و تحلیل شفت‌های مدور ارتباط دارد. 3.2 کاربرد روش مقاطع. برای تجزیه و تحلیل عضوهایی که تحت تاثیر لنگر پیچشی قرار می‌گیرند، از دستورالعمل‌های مشروع در بخش 1.9 پیروی نموده، ابتدا سیستم را به عنوان یک مجموعه کلی از نظر تعادل مورد بررسی قرار می‌دهیم. سپس با گذراندن صفحه برش دهنده‌ای که بر محور عضو عمودی است، روش مقاطع را به کار می‌بریم. پس از آن هر چیزی که در یک طرف مقطع برش خورده قرار دارد برداشته می شود و لنگر پیچشی داخلی یا لنگر پیچشی مقاومی که برای حفظ تعادل بخش جدا شده لازم است محاسبه می گردد. برای محاسبه این لنگر پیچشی داخلی در عضوهایی که از نظر استاتیکی نامعین هستند، فقط معادله استاتیکی سیگما MX مساوی 0 در حالی که محور ایست در امتداد عضو قرار داشته باشد لازم خواهد بود. با کاربرد این معادله در مورد بخش جدا شده شفت می توان به این واقعیت پی برد که لنگرهای پیچشی اعمال شده خارجی به وسیله لنگرهای پیچشی داخلی و مقاومی که در داخل ماده تولید می شوند موازنه می گردند. اگر برای جدا کردن بخشی از یک جسم از دو صفحه استفاده شود، لنگر پیچشی داخلی در یک انتهای جسم جدا شده باید به عنوان یک لنگر پیچشی خارجی در نظر گرفته شود و این هنگامی است که بخش دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین لنگرهای پیچشی خارجی و داخلی از نظر عددی مساوی هستند، اما عملکرد آنان در دو جهت مخالف می باشد. در این فصل شفت‌ها را بدون وزن فرض می کنیم. به عبارتی چون تکیگاه‌ها در فواصل متوالی و نزدیک به هم قرار می گیرند، پدیده خمش قابل اغماض و چشم پوشی خواهد بود. برای اجتناب از پیچیدگی کار، انواع نیروهایی که ممکن است به طور محوری و همزمان بر عضو اعمال شوند نیز فعلا حذف می گردند. مثال 3.1 با در نظر گرفتن شفت نشان داده شده در شکل 3.1a که تحت تأثیر سه لنگر پیچشی قرار گرفته است، لنگر پیچشی داخلی در مقطع کاکا را محاسبه کنید. حل مسئله: لنگر پیچشی 30 نیوتن متر در C به وسیله دو لنگر پیچشی 20 نیوتن متر و 10 نیوتن متر که به ترتیب بر A و B اعمال شده اند موازنه می گردد. بنابراین جسم مورد نظر به عنوان یک مجموعه در وضعیت تعادل می باشد. اکنون با گذراندن صفحه برش دهنده کاکا که در هر محل دلخواهی بین آ و بی بر محور میله عمود است، جسم آزاد بخشی از شفت که در شکل 3.1b نشان داده شده است به دست می آید. به این ترتیب با استفاده از رابطه سیگما MX مساوی 0 یا لنگر پیچشی داخلی مساوی لنگر پیچشی اعمال شده به صورت خارجی، به این نتیجه می رسیم که لنگر پیچشی داخلی یا مقاوم تولید شده بین آ و بی مساوی 20 نیوتن متر است. فرضیات مشابه نشان می‌دهند که لنگر پیچشی داخلی تحمل شده به وسیله شفت بین B و C مساوی 30 نیوتن متر است. با درک مستقیم می‌توان ملاحظه نمود که در عضوی که دارای سطح مقطع یک نواخته است، لنگر پیچشی داخلی ماکسیمم باعث به وجود آمدن تنش ماکسیمم و اعمال سخت‌ترین شرایط بر ماده تشکیل دهنده آن می‌گردد. بنابراین هنگام تحقیق
عضو تحت پیچش، ممکن است لازم باشد چندین مقطع متعدد تحت آزمایش قرار گیرند تا بزرگترین لنگر پیچشی داخلی محاسبه شود. مقطعی که در آن بزرگترین لنگر پیچشی ظاهر گردد را مقطع بحرانی می نامند. در مثال 3.1 مقطع بحرانی می تواند در هر محلی بین نقطه B و C واقع شود. اگر عضو تحت پیچش از نظر اندازه متغیر باشد، تصمیم گیری راجع به اینکه در کجا ماده به صورت بحرانی تحت تنش قرار می گیرد مشکل خواهد بود. برای مشخص کردن مقطع بحرانی ممکن است لازم باشد چندین مقطع متعدد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و تنش های بسیاری محاسبه شوند. این شرایط با وضعیت میله‌ای که تحت بار محوری قرار گرفته است قابل قیاس بوده و برای محاسبه تنش‌ها به عنوان تابعی از لنگر پیچشی داخلی و اندازه عضو باید تسهیلاتی را فراهم نمود. در چند بخش آینده فرمول‌های لازم را به دست خواهیم آورد. 3.3 فرضیات اولیه. برای برقرار کردن رابطه بین لنگر پیچشی داخلی و تنش‌های ناشی از آن در عضوهایی که دارای مقاطع دایره‌ای یا لوله‌ای هستند، لازم است فرضیات متعددی را در نظر گرفته در خصوص اعتبار آنان بعداً قضاوت کنیم. این فرضیات به علاوه همگنی ماده به شرح زیر می باشند. 1. پس از اعمال لنگرهای پیچشی بر یک عضو استوانه، این مقطع مسطح که عمود بر محور آن است به صورت مسطح باقی می ماند، یعنی هیچ گونه اعوجاج یا تغییر شکلی در آن دسته از صفحات موازی که بر محور عضو عمود هستند رخ نخواهد داد. در واقع نتیجه میگیریم که این صفحات موازی نسبت به هم فواصل ثابتی را حفظ میکنند، اما اگر تغییر شکل‌های اعمال شده زیاد باشند وضعیت چنین نخواهد بود. 2. در یک عضو استوانه‌ای که تحت تأثیر لنگر پیچشی قرار گرفته است، تغییر شکل‌های برشی گاما از محور مرکزی عضو تا سطح جانبی آن به صورت خطی تغییر میکنند. این فرضیه در شکل 3.2 منعکس شده است و به این معنی است که وقتی لنگر پیچشی اعمال میشود، یک صفحه فرضی مثل A01O3C به موقعیت جدید A01O3C تغییر مکان می‌دهد. به عبارت دیگر اگر یک شعاع دلخواه مثل O3C را از نظر جهت ثابت فرض کنیم، شعاع‌های مشابه O2B و O1A از موقعیت اولیه خود شروع به چرخش نموده به ترتیب در موقعیت‌های جدید O2B' و O1A' قرار می‌گیرند. این شعاع‌ها به صورت مستقیم باقی می‌مانند. باید روی این موضوع تاکید کنیم که فرضیات ارائه شده فقط در مورد عضوهای مدور و لوله‌ای اعتبار دارند و برای این گروه از عضوها به اندازه‌ای مناسب هستند که تا بعد از محدوده رفتار الاستیک ماده نیز کاربرد دارند. این فرضیات مجدداً در بخش 3.8 که راجع به تنش در خارج از حد تناسب بحث می‌کنیم مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به هر حال اگر فقط روی وضعیت الاستیک تایید کنیم، کاربرد قانون هوک مسلم خواهد بود. 3. بنابراین نتیجه میگیریم که تنش برشی با تغییر شکل برشی متناسب است. رضاوت مستقیم در مورد صحت و سقم دو فرض اول برای قسمت داخلی یک عضو مشکل است، اما پس از به دست آوردن فرمول‌های تنش و تغییر شکل بر اساس این دو فرض به توافق غیر قابل انکار بین کمیت‌های اندازه‌گیری و محاسبه شده دست می‌یابیم. از این گذشته میتوان با قاطعیت اعتبار آنان را نشان داد و برای این کار از روش‌های مربوط به تئوری الاستیسیته و بر اساس شکل کلی قانون هوک و خواسته‌های مربوط به سازگاری کرنش استفاده نمود. 3.4 فرمول پیچش. با در نظر گرفتن وضعیت الاستیک و بر اساس فرضیات اخیر، چون تنش با کرنش متناسب است و کرنش از مرکز به صورت خطی تغییر می‌کند، لذا تنش‌ها نیز از محور مرکزی یک عضو مدور به صورت خطی تغییر می‌کنند. تنش‌هایی که از اختلالات مورد بحث ناشی می‌شوند را تنش‌های برشی می‌نامند. این تنش‌ها در صفحه‌ای که با مقطع عمود بر محور میله موازی است قرار می‌گیرند. نمودار تغییرات تنش برشی را در شکل 3.3 ملاحظه کنید. برخلاف تنش‌های ناشی از اعمال بار محوری بر یک میله، تنش برشی دارای شدت یک نواخت نیست. تنش برشی ماکسیموم در نقاطی بسیار دور از مرکز